آدینه 27 بهمن ماه 1396 خورشیدی برابر است با 16 ماه فوریه 2018 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار خوبم رو در قسمت فنی بپذیرید. امروز هم مطابق معمول هفته های گذشته با آقای سپهر خواهم بود و مهمان ارجمند برنامه امروز، بعد از مدت ها که واقعا نشد از حضورشون استفاده بکنیم در این برنامه به علت محدود بودن وقت برنامه، آقای نیکا هنگ کوثر هستن که بعد از مقدمه کوتاه می رویم به شرق امریکا و می نشینیم پای صحبت های ایشون و اشاره به مقاله‌ای که نیویورک تایمز توی یکی از مقاله هایی که توماس فریدمن نوشته بود، آقای نیکا هنگ کوثر مصاحبه کردن با توماس فریدمن و اطلاعات بسیار بسیار ذی‌قیمتی رو که داشتن در مورد منابع آب در ایران و مشکل بزرگی که روز به روز داره بیشتر چنگ و دندون نشون میده به مردم ایران صحبت کردن که متعاقباً به اون خواهیم پرداخت. از پریروز تا به امروز، یعنی از روز چهارشنبه تا امروز، تقریبا میشه گفت که تمام خبرهای امریکا به خصوص پیرامون این کشتار عجیب و غریب یکی دیگر از مدارس امریکا در فلوریدا بوده. در شهر کوچکی به نام پارکلند که شهر بزرگی نیست، این مدرسه یک دبیرستان بزرگ بوده با 3100 دانش آموز. یکی از دانش آموزانی که اخراج شده بود از این مدرسه و سابقه شرارت داشته و با دسترسی به یک اسلحه نیمه اتوماتیک، 17 نفر رو جان 17 نفر رو گرفته و هنوز تعداد کسانی که مجروح شدن و در بیمارستان هستند سرنوشتشون معلوم نیست. لحظاتی قبل از اینکه من به در واقع استودیو بیام و با شما به صحبت بنشینم، برای اولین بار FBI در یک اطلاعیه اعلام کرد که قبلا در مورد خطری که این فرد میتونسته به وجود بیاره با FBI تماس گرفته شده. شخصی که در واقع اطلاعاتی داشته راجبش به FBI اطلاع داده که این یک اسلحه خطرناک تهاجمی داره و کارایی که میکنه کارای عجیب و غریب و غیر عادی است و ممکنه که فاجعه‌ای رو به بار بیاره و خود FBI داره اعتراف میکنه که متاسفانه اطلاعات به مراکزی که در خود فلوریدا هست و باید اقدام میکردن در این مورد و بررسی میکردن اعلام نشده و این رو به عنوان یک اعتراف تلخ مطرح میکنه که حالا ممکنه خود این سرمنشه مسائل دیگری بشه در آینده برای در واقع کم اهمیت شدن بیشتر FBI به دنبال شایعاتی که در مورد مؤثر نبودن یا عرض کنم که طرفداری کردن از یه جبهه به نفع جبهه دیگه این رو دامن بزنه. من به عنوان یک انسان وقتی که این صحنه هایی رو که تلویزیون های امریکا نشون میدن از این کشتار میبینم، بی اختیار اشکم سرازیر میشه بدون رو دروستی. جوانانی که پرپر شدن از 12 تا 17 18 سال، 3 نفر از معلمین و کسانی که یکی از این معلمین معلم ورزش بچه ها در این مدرسه خودش رو سپر بلا قرار داده که جلوی کشته شدن چند تا از دانش آموزا رو بگیره و جان خودش رو فدا کرد به این خاطر. و این مسئله اختلاف وحشتناکی که بین طرز تفکر جمهوری خواها و دموکرات ها هست در امریکا، که البته عده‌ای از دموکرات ها هم با اونها همراه هستن، در مورد این آزادی بیبند و بار حمل اسلحه و خرید اسلحه که حتی این سازمان یا به اصطلاح اتحادیه ملی اسلحه NRI
که یکی از NRA که یکی از متنفذترین لابی ها رو داره در کنگره و در سنا، تا به حال باعث شده که حتی به صورت محدود کنترلی روی این کار نباشه. و از موقعی که این ادمنستریشن جدید، این کابینه جدید روی کار آمده، تعدادی از محدودیت هایی رو هم که وجود داشت و برقرار شده بود توسط رؤسای جمهور قبلی، اونها هم از بین بردن. مثلا حمل اسلحه از ایالت هایی که اسلحه آزاده و ایالت هایی که اسلحه اونجا تا حدودی محدودیت داره، این ممنوع بود ولی الان آزاد شده. یا بسیاری از اون بررسی هایی که انجام باید میشد قبل از این که به یک فرد اسلحه فروخته بشه، یک جوان 19 ساله که رفته از اسلحه فروشی به راحتی این اسلحه رو خریده و این کشتار رو انجام داده، و بعد معلوم شده که با عده ای از این سفید پوستان متعصب و ضد به اصطلاح نژاد پرست در تماس بوده و الان وکلای تسخیریش دارن سعی میکنن که بگویند که این از نظر روانی مشکل داشته و که البته داشته، ولی کسی که حالت روانی داره و دیوانه است چگونه میتونه یک چنین برنامه ریزی دقیق و عجیب غریبی رو به اصطلاح طراحی بکنه که بتونه این عده آدم رو از بین ببره، عده آدم بیگناه، و بعد با مهارت قایم بشه بین دانش آموزانی که دارن از مدرسه خارج میشن با عجله و خودشو برسونه به ایستگاه مترو، بره حتی ساندویچشو بخره بخوره و راحت و آسوده که تا اینکه او رو پیدا میکنن و دستگیر میکنن. این آدم هر گونه مسئله روانی بهش نسبت دادن به نظر بسیاری بیهوده است. آقای دونالد ترامپ تا این لحظه ضمن اینکه همدردی کرده با کسانی که نزدیکاشون و عزیزانشون از دست دادن، مطابق اون چیزی که معمول هست و رؤسای جمهور قبلی هم انجام دادن، و واقعا این موضوع که فقط در سال 2018 یعنی در 47 روز گذشته بیش از 18 مورد تیراندازی صورت گرفته در مدارس، و این داستان که مسئله این که اسلحه آدم نمیکشه و آدم ها آدم میکشن دیگه کمرنگ شده، و فریادی که این بار بلند شده از طرف مردم به طور کلی که میگویند عده کثیری، یعنی جمعیت کثیری از مردم امریکا با این آزادی بی قید و شرط حمل اسلحه و به خصوص سلاح‌های تهاجمی و کشتار جمعی مخالفت میکنند، و هر بار وقتی که اتفاقی مثل این افتاده بعد از چند روز سر و صدا خوابیده و دوباره روز از نو و روزی از نو و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته. به نظر میرسه که فریادهایی که این بار بلند شده بتونه لااقل تأثیری داشته باشه. آقای دونالد ترامپ که در 40 مایلی اون کاخشون در 40 مایلی محل حادثه هست، امروز جمعه قراره برن اونجا و با مردم مصیبت دیده و کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن صحبت بکنه، و البته عکس العمل مقامات اون شهر خیلی منفی بوده، منتها در آخرین دقایق گفته میشه که آقای دونالد ترامپ راه حلی رو میخواد پیشنهاد بکنه که شاید تا حدودی در این زمینه پیشرفتی حاصل بشه و این بیبندوباری و این کشت و کشتار به یک جا خاتمه پیدا بکنه، به اینجا خاتمه پیدا بکنه. خب من دیگه وقت برنامه رو نمیگیرم، میریم به دیدار آقای نیکاهنگ کوثر عزیز بعد از مدت ها. با سلامی بلند بالا خدمتشون و تشکر از شرکتشون در برنامه مینشینیم پای صحبت های ایشون. سلام آقای کوثر. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه. خیلی ممنونم آقای کوثر. من مقاله‌ای رو دیدم از شما که به تاریخ 23 ژانویه 2018 با آقای توماس فریدمن داشتید. توماس فریدمن یک
یک گزارشگر، یک به اصطلاح خبرنگار تحقیقی پژوهشی است که سالیان سال در رسانه‌های معتبر امریکا قلم زده، لیبرال هست و نقطه نظرهاش از نظر بسیاری از مردم امریکا معتبر و بسیار مهم هست. در مقاله‌ای که تحت عنوان اینکه توییتی که آقای ترامپ نمیتواند بفرستد، در واقع در خطاب به مردم ایران و مشکلی که پیش آمد و مشکل که چه عرض کنم اون خیزشی که پیش آمد برای چندمین بار و این بار در بیش از 80 شهر همزمان مردم اعتراض کردند و رسما خواستهاشون رو مطرح کردند رو مورد به اصطلاح بررسی قرار میده و با شما صحبت میکنه در مورد این مشکلی که روز به روز داره بیشتر چنگ و دندان نشون میده و گویی راه حلی هم به اون صورت نیست که بشه به صورت سریع به این کار رسیدگی کرد، یعنی مسئله کمبود آب. و به گفته آقای عرض کنم که خبرنگار که با شما صحبت میکنه، آقای فریدمن، به قول آقای فریدمن در مدتی که سپاه با سوء استفاده از منابع آب، تخلیه کردن منابع آب به نفع رفقا، به نفع کارخونه هایی که در اختیارش بوده و همچنین باغات پسته و غیر و زالک، تونسته کاری بکنه که الان برگشت منابع آب و به اصطلاح بازیابی اون خیلی عجیب به نظر میرسه. میخواستم توضیحاتی رو که با آقای فریدمن دادین برای بینندگانمون مطرح بکنین تا من به سوالات دیگه هم بپردازم. ضمناً بینندگان عزیز، آقای نیکاهنگ کوثر به عنوان یکی از بهترین کاریکاتوریستای کشور ما شهرت جهانی دارن و علت حضورشون هم در خارج از کشور همین کاریکاتورها بوده، اگه اشتباه نکنم آقای کوثر. خیلی ممنون. بله، من درست به عنوان یک کارتونیست شناخته میشم، اما از خیلی سال قبل از اینکه وارد عرصه مطبوعاتی بشم توی کار آب در حقیقت بودم به عنوان یک زمینشناس و رسوبشناس. بله. نکته‌ای که وجود داره این هست که در طول نیم قرن اخیر و با ورود تکنولوژی‌هایی برای حفاری بیشتر و عمیق‌تر و زدن چاه‌های عمیق و ورود موتورپمپ‌های حالا اول دیزلی و بعداً برقی، امکان برداشت آب‌های زیرزمینی فراهم‌تر شد و اگر ایران در طول 3500 سال گذشته متکی بود بر آبیاری کاریزی یا قنات، الان در حال حاضر خیلی از قنات‌ها به خاطر اینکه زیاده طلب بودن برخی از صاحبان زمین و صاحبان زمین‌های کشاورزی می‌خواستن آب بیشتری بردارن که محصول بیشتری هم داشته باشن برای فروش، این قضیه باعث شد که بسیاری سفره‌های آب زیرزمینی آبی بیشتر برداشته بشه از آبی که در حقیقت تغذیه میشد در طول سال. شما بایستی یک تعادل برقرار بکنید، نباید بیشتر از آبی که تغذیه میشه در زمین، حالا به روش‌های طبیعی و یا روش‌های مصنوعی، آب بردارید از درون زمین. اتفاق افتاد و باعث شد که بسیاری از آبخوان‌ها، سفره آب زیرزمینی در ایران عملا نابود بشن و زمین‌ها نشست کنن، و وقتی زمینی نشست میکنه، یک دشت نشست میکنه، امکان بازگشتش به وضعیت اولیه بسیار نادر هست، به خاطر اینکه زمین وقتی که آب از میان ذرات شما بردارید و دو مرتبه آب جایگزین نشه، زمین شما مثل یک تیکه ابر فشرده تر میشه، اما دیگه یک ابری نیست که برگرده سر جاش، این دیگه فشرده شده. و به این ترتیب از میان 600 دشتی که در ایران داریم، نزدیک به 300 دشتش تقریبا رو به سمت نابودی رفتن و تعداد زیادی از دشت‌ها رو به عنوان دشت ممنوعه ما می‌شناسیم، دشتایی که دیگه نباید آب از درون اونها برداشت بشه. رقمی نزدیک به 80-85% آب‌های زیرزمینی ایران برداشته شده، یعنی ما عملاً 15% اون چیزی که داشتیم رو داریم در حال حاضر.
و چاهای غیر قانونی که حفر شد و یا چاهای قانونی که وجود داشته که بیشتر از حد مجاز از اون آب برداشته شده خودشون ایجاد مشکل کردن. و صحبتی که من با آقای فریدمن داشتم و ببخشید بین صحبتتون آقای کوسر در مورد سدسازی بی رویه و بی مطالعه هم مثل این که صحبت کردید با بله اون رو من میخواستم همین الان عرض بکنم. خواهش بکنم. آقای فریدمن یک روزی به من یکی از دوستان زنگ زد و گوشی رو داد دست آقای فریدمن. آقای فریدمن میخواست آگاه بشه درباره وضعیت منابع طبیعی و منابع آب در ایران و من چون میدونستم ایشون راجع به خشکسالی در سوریه، در عراق، در یمن و جای دیگه کار کرده بودن و با گروه شوتایم، شبکه شوتایم فیلمی رو ساخته بودن، خب آشنا بودم با این کارشون. من به دعوتشون رفتم دفترشون و براشون توضیح دادم به علاوه منابعی که در حقیقت تهیه کردم و در اختیارشون گذاشتم. توضیح اصلی من این بود که در طول 40 سال گذشته به ویژه 30 سال گذشته سدسازی های بیرویه، برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، سیاست های بد کشاورزی جمهوری اسلامی بدون توجه به میزان منابع آب و افزایش شدید جمعیت از جمله عواملی هستند که باعث شده ایران آسیب های بسیاری ببینه و این باعث میشه که ایران به نقطه تقریبا غیر قابل بازگشت برسه اگر به دادش نرسیم. ایشون پرسن آیا راه حلی وجود دارد؟ گفتم بله وجود دارد. ما حتی راه حل های بومی داریم، راه حل های علمی داریم که متعلق به ایران هستن و در سطح جهان تدریس میشن در خیلی از دانشگاه، از جمله در دانشگاه سازمان ملل، اما در ایران امکان عرضه ندارن. به این دلیل که سپاه پاسداران، وزارت نیرو و شرکت‌های بزرگ پیمانکار و مشاور منفعتشون در پروژه‌های بزرگ و گران قیمت سدسازی، انتقال آب و یا ایجاد شبکه‌های آبیاری هست که بسیار هزینه بر هستن اما در نهایت مخرب. بایستی توجه بکنیم که ایران اقلیم گرم و خشکی رو داره و متناسب با اقلیم ایران نبایستی آب رو برای ذخیره کردن در روی زمین نگاه داشت. کاری که سپاه پاسداران و وزارت نیرو به دنبالش بودن ایجاد سدهای بزرگ مخزنی بودن که آب رو عملا در معرض تابش خورشید قرار میدن و به این ترتیب شما چیزی حدود 10% آبی که جمع کردید رو از دست میدید. از طرف دیگه یک سد رو نمیشه همینطور بست، بایستی جاری باشه آب و رودخونه رو در حقیقت بتونه زنده نگه داره، وگرنه باعث مرگ رودخانه و سیستم زیستی پایین دست میشه. این اتفاق در خیلی از نقاط در ایران افتاده که به قیمت جمع‌آوری آب پشت سد باعث شدن که آب کمتری به پایین دست بره و آب جذب زمین نشه. وقتی آب رودخانه رو شما مسیرش رو ببندید، بخشی از سفره زیرزمینی شما دیگه تغذیه نخواهد شد. ما این رو در خیلی از نقاط ایران شاهد بودیم. 600 سدی که ساخته شده بعد از انقلاب آسیب‌های فراوانی رو زدن. اینا همه به هم مرتبط هستن. سیستم‌های در حقیقت پایین دستی که تغذیه می‌شدن از رودخانه‌ها، سیستم‌های آب‌های زیرزمینی و بعد این رودخانه‌ها وقتی قطع می‌شده مسیرشون، هم زیست جانوری آسیب دیده، هم زیست زیرخاکی آسیب دیده و هم زیست مردم. در طی چند سال گذشته به خاطر از بین رفتن منابع آب زیرزمینی و همچنین عدم کفایت کافی بودن منابع آب انتقالی از سدها به مناطق روستایی، بسیاری از روستاییان زمین کشاورزی خودشون رو دیدن دیگه اثری براشون نداره تو زندگیشون. این زمین ها رو رها کردن، دامداران مناطق روستایی رو رها کردن خیلی هاشون. بر اساس آمار ما از سال 1392 تا 1396 از 11 میلیون نفر رسیده به 16 میلیون نفر حاشیه نشینانمون و این حاشیه نشینان اکثرشون حلبی نشین هستن، یعنی در حلبی آبادها زندگی میکنن. این رقم میتونه تا 4 سال دیگه برسه به 22 تا 23 میلیون نفر، یعنی 1/4 جمعیت کشور، حتی بیشتر از 1/4 جمعیت. اتفاق دیگری که میفته وقتی که دیدیم در طی سالهای گذشته وقتی افزایش میزان جمعیت رو داریم، کاهش میزان بارندگی، سهم هر ایرانی از آبی که میاد، آب تجدیدپذیر، کاسته میشه. وقتی این کاسته میشه اثر خودش رو در محصولات کشاورزی هم نشون خواهد داد.
اگر سیاست درستی اعمال نشه بخش عمده ای از مردم گرسنه خواهند ماند در طی سالهای آینده و پیش بینی میشه که ما در طی یک دهه گذشته دچار قحطی هم بشیم و اگر این اتفاق بیفته به واسطه سیاست‌های بد جمهوری اسلامی در حوزه آب، در حوزه غذا و در حوزه جمعیت ما با بحرانی روبرو میشیم که ایران زمین ما رو میتونه ویران کنه. ممنونم آقای کوثر. رژیم مدعی است که این سیکلای به اصطلاح طبیعت و کمبود بارندگی و نبودن باران و برف در طی سالهای گذشته موجب این قضیه شده. ما با واژه جدیدی به عنوان ریزگرد که نداشتیم تا قبل از این مسائل روبرو شدیم و الان شهرهای بسیاری روزهای متمادی مدارس رو تعطیل میکنن، ادارات رو تعطیل میکنن. در بعضی از شهرها مثل رضائیه یا نمیدونم اسم جدیدش رو چی گذاشته، ارومیه، طوفانهایی که اونجا، بادهایی که اون خاکهای پر از نمک رو پراکنده میکنه با سلامت مردم داره بازی میکنه. و اونطوری که گفتید در واقع منابع زیرزمینی آب رو دوشیدن طی این مدت. نمیدونم واژه دوشیدن رو میشه به کار برد؟ درسته. بله. و شما ضمن پیشنهاداتی که کردید به آقای فریدمن فکر میکنید که راه حل وجود داشته باشه، ولی فکر نمیکنید که این راه حل طولانی مدت و خیلی پرهزینه و فداکاری های زیاد از طرف همگان خواهد بود؟ ببینید، ما چند تا مسئله رو باید دقت بکنیم. تا زمانی که مدیریت منابع آب و یا به عبارتی حکمرانی آب دست مجموعه فعلی هست، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. من قویاً معتقدم که بدون تغییر ساختار حکومتی ما نمیتونیم راه به جایی ببریم. مسئله دیگر این هست که راهکار ارزان قیمت وجود دارد، منتها راهکار نیست که به راحتی قابل توضیح باشه برای بخش عمده ای از مردم که عادت دارن همیشه نتیجه چیزی رو در سطح زمین ببینن نه در زیر زمین. ما در زیر زمین معمولاً بیخبریم از اتفاقایی که میفته. ما اگر در نظر بگیریم که سالانه بخش زیادی از بارش هایی که در کوهستان ها میشه و راهی دشت ها میشه تبخیر میشن، قبل از اینکه این بارش ها که به صورت سیلاب وارد دشت ها میشن اینها برن به جاهایی که تبخیر میشن و دیگه به حساب هم نمیان، بخشی از این آب رو بتونیم جذب زمین کنیم. در حقیقت میگن پخش سیلاب بر گستره آبخان، بر گستره رسوبات درشتانه در مخروطهای افکنه، چیزی که ما حدود 40 میلیون هکتار حداقل در ایران داریم، آبرفتهای درشتانه هستن که میشه آب رو در اونها ذخیره کرد. اگر این آبها رو بتونیم بخشش رو ذخیره کنیم، دارم میگم بخشش، حتی میزان جذب آب در زیر زمین فراتر از آبی است که ما داریم در سدهامون جذب میکنیم. اگر بتونیم ما در محدوده‌ای حتی 11 میلیون هکتاری، یعنی چیز حدود 110 هزار کیلومتر مربع که کمتر از یک نهم مساحت کشور هست، یازدهم مساحت کشور هست، این مناطق رو با ارزان‌ترین روش‌های ممکنه آب رو درش ذخیره کنیم، آب‌های دقیق سیلاب‌های مقطعی رو، میتونیم آب رو نه تنها برای زمان حال بلکه برای آیندگان هم ذخیره بکنیم. راه وجود داره. راه‌های دیگری هم هست. ما چیزی رو داریم اصطلاحی به نام رین واتر کچمنت سیستمز. سیستم‌های سطوح آبگیر باران که مردم میتونن خودشون ایجاد بکنن، روستاییان میتونن خودشون ایجاد بکنن و آب باران رو، همون بارندگی یکی دوباره که ممکنه در خیلی از مناطق خشک اتفاق بیفته، اون رو نذارن حروم بشه. اما نیاز به آموزش و ترویج داره و نیاز به همونطور که خودتون گفتین از خودگذشتگی. کسی به ما مزد نمیده بابت اینکه برای خودمون بخوایم آب رو جذب کنیم، اما یادمون باشه این کارو که ما بکنیم برای آیندگان داریم آب رو جذب میکنیم. این کارو میشه کرد با هزینه کم، هم میشه کرد، اما نیاز به آموزش و ترویج داره.
اما این آموزش و ترویج از سوی نهادهای حکومتی راه به جایی نخواهد برد. آقای کوثر، اشاره کردید که این سیلاب ها و این بارندگی هایی که هرچند کم هست هدر میره، در واقع الان چی میشه اینا؟ به چه صورت هدر میره و چگونه میشه؟ ممکنه توضیح بیشتری بدید راجع به اون به اصطلاح واژه های علمی رو که به کار بردید در این زمینه برای بینندگان؟ ببینید، آب تجدیدپذیر میزان آب بارندگی هست منهای آبی که تبخیر میشه. یعنی اگر ما در سال 400 میلیون مثلا 400 میلیارد متر مکعب مجموعه بارندگیمون هست، چیزی حدود 300 میلیارد متر مکعب از این میزان بارندگی تبخیر میشه. و این تبخیر شدن نمیگه که در حقیقت اینجا که تبخیر بشه حتما در منطقه حاشیه‌ای ممکنه بارندگی بشه. نه، ممکنه بره در پاکستان ما این بارندگی رو ببینیم. هیچ ما نمیتونیم تضمین کنیم که حتی اینجا یک دریاچه بزنیم بغل دستش مرطوب خواهد موند. شرط اقلیمی این رو نمیگه به ما. اگر ما در نظر بگیریم که اون میزان بارندگی که در طول سال داریم 400 میلیارد متر مکعب که فقط 100 میلیاردش میمونه که الان کمتر هم شده به حدود 80 رسیده با کاهش بارندگی ها، اون آب باقی مانده که دارن مدیریتش میکنن، اون آبی رو که فرض میکنیم داره از بین میره، بخشی از اون آب رو که در از کوهستان میاد به دشت میرسه و از دشت میره به بیابان میرسه و یا به جاهایی که حوضچه های تبخیر هستن میرسه، سدی رو نه که سد دقیقاً مانعی ایجاد بکنیم برای اینکه این آب سرعتش کاسته بشه. یادمون باشه آبی که از کوهستان میاد پر از گل و لای هست، پر از مواد عالی و معدنی هست که از کوه آمده. اگر بتونیم این آب رو سرعتش رو کم بکنیم و کمک بکنیم که روی سطح زمین با سرعت کم جاری بشه، بخش عمده ای از اون آب و مواد عالی و مواد معدنیش جذب زمین میشه. از طرف دیگه بخشی از اون مواد معلق به صورت گل و لای میان رسوب میکنن روی سطح زمین. در حقیقت شما خاک رو ایجاد میکنید. یعنی در این حال که دارید آب رو جذب میکنید، خاک رو میایید ایجاد میکنید، یک لایه نازک خاک روی سطح زمین که باعث تقویت اون منطقه میشه. یعنی به جایی که شما بیایید در حقیقت اجازه بدید سیلاب تخریب بکنه زمین‌های شما رو، روند معکوس رو انجام میدید. این کار انجام شده. یک نمونه خیلی مشخصش که اتفاقا طرحش به نام کوثر هم هست که اون رو توضیح میدم چرا، در منطقه گربایگان فسا در جنوب غربی شیراز، جنوب شرقی شیراز ایجاد شده و اینها مثلا از هر سیلابی که میاد، سیلاب مقطعی، چند میلیون متر مکعب آب رو میتونن جذب زمین بکنن. این آمارش وجود داره، چون آمار سازمان ملل روی این قضیه کار کرده و در طی دهه هایی که اینا آب جذب کردن به وسیله همین یک مسیل بسیار ساده که در حقیقت از کوهستان آب میاد وارد دشت میشه، بیشتر از آب سد لطیان تونستن آب جذب زمین کنن. این رقم بزرگی هست. حالا فرض بکنید این یک محدوده 2000 هکتاری کوچکه. فرض کنید در مقیاس چند ده میلیون هکتاری که ما امکانش رو داریم چه اثر بزرگی خواهد داشت این جذب آب. هم مانع فرسایش خاک میشه که میدونیم در ایران سالانه 2 میلیارد تن خاکمون داره فرسایش پیدا میکنه که ارزشش بیشتر از میزان نفتی است که ما به فروش میرسونیم. هم آب رو میشه جذب کرد، هم میشه خاک رو محافظت کرد و هم میشه فضای سبز و فضای جانوریمون رو تقویت کرد. چیزی که ما تجربهش رو در همون منطقه دیدیم، منطقه بیابانی که جمعیتش داشت کمتر میشد چون مهاجرت میکردن به کشورهای محدوده خلیج فارس برای کار، بعد از اینکه این طرح افتاد خیلی از اونهایی که رفته بودن برگشتن به منطقه. از منظر زیست محیطی گراز، هوبره، پلنگ، گرگ، شغال و برخی از انواع گوزن برگشتن به منطقه. شما این رو، روند معکوس رو، تنها نقطه از جهان که میبینید وجود داره به لحاظ فضای سبز در اسرائیل هست. اسرائیل تنها منطقه از جهان هست که در تنها کشوری از جهان هست که در طی یک سده گذشته خشکتر نشده. همین روند رو میبینید در گربایگان فسا اجرا شده. اما مخالفت عمده چی هست؟ به خاطر که این ته ارزان قیمته، این ته نمیتونه ازش کمیسیون، رشوه و دزدی در بیاد.
به این علت سپاه مخالفه، به همین علت وزارت نیرو باش مشکل داره، به همین علت پیمانکارا و شرکت‌های مشاور وابسته به وزارت نیرو و آستان قدس رضوی باش مشکل دارن. آقای کوثر، این طرح رو چه کسانی در اون منطقه پیاده کردن؟ و اینطوری که من از صحبت‌های شما دریافتم اینه که در واقع با ایجاد موانعی در سر راه این سیلاب ها باعث بشن که این به تدریج این آب حرکت بکنه که یک باره در معرض اشعه خورشیدی قرار نگیره و تبخیر نشه. این طرح رو در حقیقت یک گروه از کارشناسان آبخیزداری پیش بردن که سرگروهشون فردی است به نام دکتر آهنگ کوثر که اتفاقا پدر بنده است. بله بله، می‌خواستم اشاره بکنم به اون. بله بفرمایید. ایشون از سال 1358 عملاً از تهران فرار کرد که به شغلی در وزارت کشاورزی داده نشه، چون می‌خواستن پست معاونت رو بهش بدن در سال 58 وقتی آقای شیبانی وزیر کشاورزی بود بعد از دکتر ایزدی، و پدر بنده فرار کرد از این قضیه چون نمی‌خواست عضو دولت باشه، چون در حقیقت تبدیل میشد نهایتا به وزیر و فرار کرد چون گفت من محققم نه سیاستمدار. بله. ما رفتیم در ده زندگی کردیم، در محدوده نوراباد ممسنی، و طرح پخش سیلاب بر روی محوطه افکنه رو در منطقه به نام جونگان ممسنی اجرا کردیم. من در ده مدرسه رفتم و یکی از بهترین دوران خاطرات زندگی من هست، توی کاروان زندگی کردن. ما تازه از آمریکا برگشته باشیم اما به جایی که مثلا در تهران از خان نعمت بیدریقش بهره برداری کنیم، رفتیم و مثل روستاییان در اون شرایط زندگی کردیم و خیلی تجربه زیبایی بود. و با جذب آب چند سیل اینها دیدن روستاییان که چاهاشون پر آبتر شد، دیدن که وضعیت کشاورزیشون بهتر شد، میزان برداشت گندم سالانهشون بهتر شد. با بهبود روش‌های آبیاری بخش عمده از آبی که هدر می‌رفت دیگه هدر نمی‌رفت. بعدم یک منطقه بیابانی در منطقه در فسا سال 1360-61 پیدا شد که بعد یواش یواش دیدن که روستاییان دارن از اونجا مهاجرت میکنن به دبی، ابوظبی، قطر، بحرین برای کارگری که بتونن پولی در بیارن و برگردونن به خانواده‌هاشون که خانواده‌هاشون بتونن زنده بمونن واقعا، گرسنه نمونن. بله بله، اینها این طرح رو شروع کردن و بر روی یک در حقیقت رودخانه خشکی که سالانه فقط دو بار آب میومد توش به خاطر سیلاب، اومدن موانع رو ایجاد کردن. حالا قواعدی داره که الان نمیشه اینطوری به این توضیح داد، اما بسیار ارزان قیمت. سرعت آب رو میگیرن روی شیب و بعد این آب با سرعت کم میاد روانه میشه روی زمین و جذب زمین میشه و رسوب گذاری میکنه و نهایتاً اون آبی که اضافه هست و دیگه جذب زمین نمیشه برمیگرده به رودخانه و میره پایین دست. این رودخانه های اینچنینی رو ما در کشورمون فراوان داریم، رودخانه هایی که فقط به هنگام بروز سیلاب آبدار میشن. بله. همین رودخانه های خیلی کوچک هر وقت سیل میاد باعث مرگ و میر میشن در مناطق جنوب کشور. درسته. و وقتی شما بتونید بخشی از اون آب رو مهار بکنید، مانع تخریب روستاها میشید، مانع تخریب جاده ها میشید، چون سرعت آب رو هم گرفتید و هرچی آب مواد معلق درش کمتر باشه قدرت تخریبش کمتره. و این راه باعث شد که اون منطقه‌ای که کاملا خشک شده بود و به چند تا چاه فقط وابسته بود که برای یک کشاورزی خیلی محدود برخی هنوز میتونستن کار بکنن، تبدیل شد به جایی که روستاییان در اون منطقه همشون صاحب وانت شدن. این خیلی جالبه، ملاک در حقیقت ثروتمند شدن توی یک منطقه روستایی برای روستاییان داشتن وانت و چاه زدن هست. حالا چاه نمیگم چیز مثبتی هست، ولی قدرت مالی پیدا کردن. و خیلی از کسانی که رفته بودن به حاشیه خلیج فارس برگشتن و اونجا زندگیشون رو ادامه دادن. همین مسئله یک مدل شد، یک مدلی که در دانشگاه سازمان ملل تدریس میشه، در جاهای مختلف کسانی که اومده بودن روی طرح کار کرده بودن در دوران مثلا فوق لیسانس رفتن جای دیگه دکترا گرفتن در دانشگاهی مثل دانشگاه لوند سوئد و یا مدتی هم رفتن مثلا در استنفورد که تجربیاتشون رو به اشتراک بگذارن. این روش‌ها روش‌های ارزان قیمت و شدنی و قابل انجام در کشورهای فقیر و جهان سومی است به اصطلاح. چرا که خیلی از این کشورها از بی‌آبی رنج می‌برن. میشه آب رو مهار کرد، میشه استفاده کرد
میشه ذخیره کرد برای آیندگان. اما متاسفانه شاهد این بودیم که این طرح که میتونست حتی یک نقطه قوت باشه برای جمهوری اسلامی که بگه ما این فناوری رو در این دوران داشتیم و تونستیم صادرش بکنیم و به همه دنیا و دنیا رو از بیابی نجات بدیم، جمهوری اسلامی برعکسش رو انجام داد. بله. یک نکته رو من فراموش نکنم که بگم خدمتتون. ببینید شما برای هر کالایی که تولید میکنید یا هر محصولی که میکارید یک میزان مشخصی آب مصرف میکنید که تحت عنوان آب مجازی بیان میکنم این رو. میزان آبی که مصرف میشه برای تولید یک کیلو گندم حدودا 1300 لیتر است. میزان آبی که برای تولید یک کیلو گوشت قرمز گاو مصرف میشه 15000 لیتر است. میزان آبی که برای برخی از کار مثلا برای مرغ دارید حدود 4000 لیتر است برای هر کیلو. برای حیوانات مختلف فرق میکنه. ما در حقیقت در ایران بدون توجه به میزان آبی که مصرف میشه میایم کشاورزی میکنیم و وقتی که در مناطقی که میزان تبخیر بالاتر هست مثل مناطق مختلف ایران مرکزی استان فارس شما میاد برنج میکارید، برنجی که باید آب زیادی پای محصول بمونه و باید سیراب بشه، شما دارید بخش عمده از آبی رو که اومدید و به زحمت به دست آوردید رو میایید از دست میدید به این وضعیت. الان حتی برخی معتقدن آبی که داره مصرف میشه برای برنج کاری در شمال ایران زیادی هست. وقتی به این مسئله ما بیاندیشیم که بایستی میزان منابع آبمون رو مدیریت کنیم، نوع کشت رو بایستی تغییر بدیم که کشاورز آسیب مالی نبینه و نوع آبیاری رو بایستی تغییر بدیم و مسئله که وجود داره یاد بگیریم که مثلا کشت گلخانه‌ای چقدر کمک میکنه به اینکه هم خاک مدت زمان بیشتری سالم بمونه و هم محصول بیشتری داشته باشیم و از تبخیر هم جلوگیری بشه. نوع آبیاری، آبیاری قطره‌ای در کجا کمک میکنه که ما لازم نباشه دیگه بیایم و به طور غرقابی آبیاری کنیم. کانال‌های آبیاری، بخش عمده‌ای از آب کشور داره در کانال‌های آبیاری هدر میره. الان در هندوستان طرحی گذاشتن که کانال‌های آبیاری که رو باز بودن بیان روش سلول‌های خورشیدی بگذارن که در عین حالی که داره آب عبور می‌کنه برق هم گرفته بشه در محدوده‌ای که عملاً بخشی از مساحت زمین گرفته شده، در اون محدوده بیان و سلول‌های خورشیدی رو بگذارن که هم آب تبخیر نشه و هم انرژی تولید بشه. اگر ما سیاستمون بر پایه توسعه پایدار باشه به راه و روش هایی میرسیم که میتونیم مشکلات رو در ایران حل بکنیم، اما سیستم جمهوری اسلامی بر پایه توسعه ناپایدار بوده. ممنونم. آقای کوثر، اشاره کردید که در دشت ها و به اصطلاح مناطقی که زمین نشست کرده و در واقع دوشیده شده و دیگه فشردگیش به حدی هست که آب نمیتونه جذب بکنه امکان بازسازی نیست، اون رو به چه صورت میبینید؟ ببینید جاهایی که شما مثل کبوتر آهنگ دارید که عملا دارن نشست میکنن و فروچاله ایجاد میشن، بایستی نوع کشاورزی رو در اونجا کامل تغییر بدید، بریم به سمت کشاورزی گلخانه‌ای و یا زمین‌هایی رو در جاهایی که هنوز در حاشیه اون محدوده دشت هست و تخریب نشدن و نابود نشدن در اونجاها متمرکز بشید. وقتی در مرکز دشت، در قسمت وسطی دشت شما متمرکز هستید، احتمالاً زمین شما بعد از چند مدت تبدیل فروچاله خواهد شد و این میتونه حتی به مرگ انسان ها هم بیانجام اگر همزمان با فرو ریختن اون تیک از زمین در اونجا باشن. ما در محدوده میناب این رو داشتیم که مثلا یه گله داشته عبور میکرده، ناگهان زمین فرو ریخته و حتی شتر درونه اون فروچاله افتاده و خیلی از مردم متخصص شدن که چگونه بیان دامی که فرو افتاده توی اون فروچاله و یا در ترک ها افتاده رو بیان نجات بدن. این تبدیل به یک شغل شده برای خیلی ها. بایستی ببینیم کجا هنوز زنده است زمین و به اصطلاح نمرده، اونجاها رو بیایم روش سرمایه گذاری بکنیم، ولی یواش یواش برای همین فروچاله هم برنامه ریزی کنیم ببینیم باید چی کار کرد. اینجاست که بایستی کارشناسان آبخیزداری و خاکشناسی کنار هم بیان و
یک راه حلی پیدا بکنن در کنار مهندسان آبشناس زمین شناس به هایدروجیولوژیست. و این مدیریت مسئله مهمتری هست از حتی راه حل. یادمون باشه شما میتونید ده ها راه حل ارائه بدید، اما ما در کشورمون با چرخه راه حل های غیر قابل انجام روبرو هستیم. فاز اول مدیریت کردن شرایط هست، فاز دوم اعمال راه حل های عملی برای هر منطقه. فکر نکنیم راه حلی که حتما مثلا در مازندران عملی هست در سیستان و بلوچستان هم عملی هست، شرایط کاملا متفاوته. آقای کوثر، در مورد دریاچه ارومیه یا رضاییه، بارها چه دولت‌های سابق چه آقای روحانی وعده داده که برای بازسازی اون و برای احیای اون بودجه میگذارن و اقدام میکنن و اینا. کوچکترین اقدامی که نشده هیچ. الان مثل این که کمتر از 10% دریاچه باقی مونده تا اونجایی که من اطلاع دارم. اون رو به چه صورت میبینید؟ چون اون واقعا یک به اصطلاح مسئله محیط زیستی بسیار با اهمیته که خیلی چیزها رو تحت تاثیر قرار داده، وحش رو مورد تاثیر قرار داده، مردم و سلامتشون رو همونطور که اشاره شد. چیه نظرتون؟ دریاچه ارومیه از سال 1370 تا کنون وضعیتش بدتر شده، یعنی در طول 26 سال گذشته. بله، ابتدا سطح آب دریاچه داشت بالاتر می اومد و باعث می شد برخی از زمین های حاشیه دریاچه زیر آب برن و برخی از زمینداران اظهار نگرانی کردند و دولت هاشمی رفسنجانی هم به نظر میاد با توجه به سودی می خواستن تعدادی از زمینداران بکنن که باجی رو احتمالاً می دادن به دولت، به این نتیجه رسید که بیان کاری بکنن که به اصطلاح آب حروم نشه و آب شیرین وارد محدوده آب شور نشه، بدون در نظر گرفتن اینکه هر تالابی، هر دریاچه یک حق آبی داره، یک آبی است که حق اون هست و باید بهش برسه. طرح‌های مختلفی ریخته شد و استان‌های آذربایجان غربی و شرقی به این نتیجه رسیدن که برای اینکه بتونن بودجه بیشتری از دولت بگیرن بایستی طرح‌های ساخت سد ارائه بشه و این طرح‌ها ارائه شد بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و شرایط زیست محیطی و منتهی شد به این که نزدیک 70 سد ساخته بشن. سالانه آبی که بایستی میرسید به دریاچه، حداقل 2 میلیارد متر مکعب آبی که باید میرسید نرسه و به 1/4 1/5 برسه به خاطر سد سازی ها. از طرف دیگه چاهایی که در اطراف دریاچه بود افزایش پیدا کرد و آبهای زیرزمینی اطراف هم آروم آروم اومدن پایین. و یادمون باشه بین دریاچه و آبهای زیرزمینی یک تعادلی وجود داره. وقتی شما تعادل رو به هم بزنید، طبیعتاً بخشی از اون آب دریاچه میاد و وارد زمینهای اطراف میشه و به همین ترتیب سطح آب دریاچه ارومیه پایینتر و پایینتر اومد. با پایین‌تر اومدن سطح آب دریاچه ارومیه، حاشیه‌های دریاچه ساحل ها گسترش پیدا کرد و تبدیل به بیابان‌های نمکی شد، منتها بیابان‌های نمکیه که دارای ریزگرد نمکی مسموم هست، یعنی سمی به واسطه سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی و فاضلاب‌های صنعتی که از کارخانه‌های اطراف دریاچه می‌ریخت به درون دریاچه. و الان شما یک بیابانی دارید اطراف دو تا حوزچه کوچک آب در اونجا. چرا؟ وقتی که یک پل و جاده میانگذر رو ساختند، باعث شد که دریاچه ارومیه به دو حوزچه تبخیری جدید تبدیل بشه و این آسیب نهایتاً باعث شده که سرعت تبخیر افزایش پیدا کنه. حالا هر وقت که مثلا سیلابی میاد و آبی وارد دریاچه میشه، دولت میاد و گردن فراز میکنه و میگه که مشکل دریاچه حله، اما فراموش میکنن که تا پایان سال و قبل از بارندگی ها بخش عمده از آبی که وارد دریاچه شده تبخیر میشه. راه حل هست، اما راه حل شیرینی نیست. یک، بایستی تعدادی از سدهایی که ساخته شدن خراب بشن. دو، تعدادی از اون سدها باید دریچه هاشون دائما باز بشن. سه، بایستی بسیاری از چاهایی که اطراف دریاچه هستند پر بشن، یعنی دیگه چاه برای آب برای برداشتن آب استفاده نشه. چهار، کشاورزی در مناطق اطراف بایستی بسیار محدودتر بشه.
از منابع آب استفاده نشه برای کشاورزی و به همین واسطه بایستی سوبسیدی داد به کشاورزانی که روش‌های کشاورزی خودشونو به خواسته دولت جمهوری اسلامی تغییر دادن، اومدن باغ‌های زیادی رو ایجاد کردن با سیستم‌های آبیاری فواره‌ای و روش‌هایی که آب زیادی می‌برد و الان شاهد هستیم که خیلی از باغ‌های سیبی که اومدن جانشین باغ‌های انگور شدن و مزارها شدن اونقدر سیب تولید کردن که نمی‌دونن باهاش چیکار بکنن. شما فیلم‌های زیادی رو شاید دیده باشید که کشاورزان اطراف دریاچه ارومیه میان جاده رو، حاشیه جاده رو پر از سیب میکنن که مردم بفهمن چه اتفاقی داره میفته و اینها سرمایه‌شون رو دارن میبینن که چجوری از دست میره. حالا در نظر بگیرید که میزان بارندگی‌ها کاسته شده در طی چند سال گذشته، آب دریاچه هی پشت سر هم داره پایین میاد، بادهایی که از شمال غربی میاد و به سمت جنوب شرقی میوزه بخش عمده ای از این نمک هایی که بسیار ریز هستن و قابلیت ورود به جو رو دارن با یک باد ساده میان بلند میکنن و این بادهای نمکی سمی به سطح به شهرهای اطراف میرسه و حتی ممکنه تا تهران هم برسه بخشی از اون نمک ها. این خیلی خطرناکه. چرا؟ ما در شوروی سابق دیدیم که طرحهایی که اجرا شد و نهایتاً باعث شد که دریاچه آرال خشک بشه به واسطه یه پروژه کشاورزی که در اطراف اونجا بود، منتهی بشه به این که بسیاری از مردم شهرهای اطراف دریاچه به خاطر بادهای نمکی و سمی دچار بیماری‌های تنفسی، سرطان‌های مختلف و از طرف دیگه شاهد مرگ نوزادان بسیاری بودیم در طی اون سالها. همین مسئله در ارومیه هم داره اتفاق میفته، هنوز خیلی از خبرهاش رو نمیدند و نکته جالب و بسیار ناراحت کننده این هست که برخی از مقامها تذکر دادن به دولت خاتمی حتی که این سدسازی ها رو متوقف کنید وگرنه دریاچه ارومیه تبدیل به دریاچه آرال میشه و دیدیم چه آثار زیست محیطی مخربی داره و این چیزی است که اصلاح طلبان نمیخوان اعتراف بکنن که بهشون تذکر داده شده بود. خود من در خرداد 1380 در دفتر ریاست جمهوری به دعوت سید محمد خاتمی رفتم و براش با مدارک توضیح دادم که سیاست‌های وزارت نیرو منتهی به چه اتفاقات منفی در 15 تا 20 سال بعد از اون میشه، چیزی که الان ما درونش هستیم. نمیخوام بگم من پیش بینی کردم، واضح بود. بایستی چشم بینا می داشتید تا ببینید چه اتفاقی داره میفته. با آقای سید محمد خاتمی گفتم شما از منطقه کویر میایید، از منطقه میایید که قنات زندش نگه داشته، روش هایی که شما دارین اعمال میکنین منتهی به نابودی منابع آب میشه. بایستی بسیار از شبکه های قنات رو که الان آماده هستن اینها رو احیا کرد و آبهای زیرزمین رو ذخیره کرد برای آیندگان. آقای خاتمی طبق معمول اون لبخند همیشگی خودشون رو ارائه میدن به شما و شما خیال میکنید ایشون مسئله رو درک کردن. سال بعد ایشون دفاع کردن از پروژه های سدسازی که داره اجرا میشه و باعث افتخار دونست. بله. سد گتوند، سد سیوند که اینقدر انتقاد میشه از ساخت اونها و در دوران احمدی نژاد آبگیری شدن، بخش عمده این سدها در دوران خاتمی ساخته شد. و سردار سازندگی آقای رفسنجانی که ایشون این بیماری رو شروع کرد. بله، بیداد کرد. آقای کوثر، متاسفانه فرصت برنامه کوتاهه، من میخواستم از شما خواهش کنم که وعده به ما این وعده خوب رو بدین که در آینده ما بتونیم دنباله این صحبت بسیار مهم رو که فکر میکنم الان مسئله حیاتی برای مردم ما هست پی بگیریم و اطلاعات شما رو با هموطنان بتونیم بیشتر در میون بگذاریم. بی نهایت از شرکتتون در برنامه متشکرم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، سلامتی بیشتر رو براتون آرزو میکنم تا فرصتی دیگر و اینکه انشالله بتونیم این صحبت رو ادامه بدیم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. قبل از اینکه من خدافظی بکنم، دو نشریه، یکی یعنی یک کتاب اخیر منتشر شده، چند حکایت که از کارهای آقای پزکزاد هست که اینجا بودن و تشریف بردن، و همچنین این دفتر هنر که یکی از شماره‌هاش رو اختصاص داده بود به آقای پزکزاد که اون هم خواندنی هست. توصیه میکنم که این کتاب‌ها و این نشریات رو
حمایت بفرمایید. تشکر مخصوص دارم از سپهر عزیز. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به همه شما بینندگان عزیز خوش.